بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه رازهای دی، خوش اومدید. امشب خوشحالم که بنت دکتر حسن عباسی هستیم. بحث ادامه بحث اقتصادی هستش و تغییر و تحولاتی که در جهان اتفاق میفته برای مقابله با سلطه دلار و با پرچمداری و ایده پردازی که ایران از قبل انجام داده که در موردش صحبت میکنه. خیلی خوش اومدید آقای عباسی. این بحث رو شروع بفرمایید. خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم که در این ایام عزیز و ماه قرآن، امیدوارم که انشالله طاعات و عبادات همه هموطنامون قبول درگاه حضرت حق واقع بشه انشالله. و تسلیت عرض میکنم در واقع شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو، امیدوارم خدا به ما توفیق بده که ما هم معرفت توحیدی داشته باشیم عین حضرتشون. خیلی از چیزها از ایران شروع شده و تو این زمینه هم ایران پرچمدار بود برای بیداری در مورد ظلمی که توسط اقتصاد داره صورت میگیره. ما دیروز کنفرانس بریکس رو داشتیم و نتایجی که به دست اومد، این چه اتفاقی بود؟ خب همونطوری که قطعا بینندگان عزیز شنیدن، در کشور برزیل اجلاسی برگزار شد که بالاخره بین 5 کشور تشکیل دهنده گروه بریکس، یعنی کشور خود برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی قوی ترین اقتصاد قاره آفریقا، هند به عنوان اقتصاد در واقع نو و جدید در ساختار قدرت اقتصادی در سطح آسیا، کشور برزیل به عنوان اقتصاد برتر آمریکای لاتین در کنار دو کشور قدرتمند با سابقه بیشتر در حوزه اقتصاد جهانی، یعنی روسیه و چین، این 5 تا کشور که البته روسیه و چین ضمناً در شورای امنیت حق وتو هم دارن، تشکیل یک گروه مشترکی رو دادن از خیلی وقت قبل که برای اجلاس اخیر، یعنی مطالب 2-3 روز گذشته، جنبندیشون بود که بانک توسعه بریکس رو تشکیل بدن. بانک توسعه بریکس در مقابل IMF، بانک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، یک آرایش جدید اقتصادی و مالی رو در جهان رقم زد که اینقدر اهمیت این بالا بود برای چین و روسیه که در نشستی که در 3-4 روز گذشته در وین برگزار شد برای مسئله گروه 5 به علاوه 1 وزرای امور خارجه کشور 5 به علاوه 1 در مقابل تیم جمهوری اسلامی باید حاضر می شدن، وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه چین نرفتن. به جای اینکه برن وین، در صورتی که جان کری و دیگران از آلمان و فرانسه و انگلیس، ویلیام هیگ و دیگران آمدند به وین، ولی آقای لاوروف و هم از در واقع روسیه و همچنین وزیر خارجه چین اینا رفتن به اجلاس برزیل برای که اهمیت بیشتری داشت. خود پوتین و دیگران هم اونجا حاضر شدن، توافقنامه بسیار سفت و سختی رو منعقد کردن و 100 میلیارد دلار پایه این بانک بود که مشخص شد، قطعی شد. و در مقابل نظام هژمون و نظام سلطه طلب و استیلا طلب دلار در اقتصاد جهانی، برای اولین بار روبروی IMF یا همون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، یک آرایش مالی جدید داره صورت میگیره که در مفاد این هم آمده که با تحریم کشورها مخالفن. یعنی از اتفاقاتی که در اوکراین افتاد بین روسیه و غرب این موضوع تشدید شد، رسما اسم آوردن از موقعیت ایران در قضیه پرونده هسته‌ای و حمایت کردن از موضع ایران و از تحریم کشورها توسط قدرت‌های غربی گلایه کردن. لذا به نظر میرسه یک آرایش جدیدی در نظم جهانی داره شکل میگینه که هژمونی امپراتوری آمریکا رو به چالش میکشه. هژمونی امپراتوری آمریکا مبتنی بر زبان انگلیسی، در امپریالیسم زبانی، مبتنی بر دلار، مبتنی بر سیطره بر شورای امنیت در سازمان ملل هست که 2-3 کشور اصلی غربی، یعنی فرانسه، انگلیس و آمریکا، یک سوی قضیه هستن و در واقع ظلم و زور خودشون رو اعمال میکنن. در مقابل این سیطره و سلطه، یکی از این مؤلفه ها که میشد دلار آمریکا به چالش کشیده شده و اعلام هم کردن که دعوت میکنن از کشورهای دیگه که بهشون بپیوندن. خب بالاخره حق ایران به عنوان کشور اولی که هژمونی دلار رو به چالش کشید، استیلا و سلطه دلار رو به چالش کشید، این حق در این مطالعات محفوظ مونده و کاملا حق جدی شناخته شده که ایران بنیانگذار این بود که
معاملات در سطح جهان رو بدون دلار انجام بده در طول 7-8 سال گذشته و نتایج تحقیقاتی که در خود ایالات متحده شده از سال در واقع 2008 میلادی اواخر دوره جورج بوش و اوایل دوره باراک اوباما نشون میده که برنامه جدی کاخ سفید داشت برای خونسا کردن این اقدامات ایران در این مرحله. و خب خوشبختانه این اتفاق در روز گذشته در برزیل افتاد و هژمونی و سیطره دلار منتفی شد. امروز البته هنوز موتور جستجوی گوگل در فضای سایبر دست آمریکاست، یاهو و MSN و سایر موتورها دست آمریکاست، سیستم‌های عامل اصلی مثل ویندوز و لینوکس دست آمریکاست. مؤلفه‌های این چنین قدرت جهانی آمریکا رو شکل میدن، یعنی دلار، زبان انگلیسی، سیطره هالیوود، از همه اینها در واقع یا مهمتر یا در تراز اینها موتور جستجوی گوگل. این سیستم‌هایی که انحصار رو در یک شبکه نظام جهانی برای آمریکا به وجود میاره، اینها زمینه‌های قدرت این امپراتوری هستن. نشانه‌های افول امپراتوری رو از کجا میدونن؟ از اینکه رقیبی برای هر کدوم از اینا به وجود بیاد. و امروز برای دلار و اینکه دلار مبنای اقتصاد جهانی است این اتفاق افتاده. مایک ملونی، یک در واقع کارشناس مسائل مالی در ایالات متحده، مستند 4 قسمتی ساخته برای این موضوع و در این مستند 4 قسمتی افول دلار رو و به چالش کشیده شدن این رو مورد بررسی قرار داده چند ماه گذشته و از این موضوع تحت عنوان بزرگترین کلاهبرداری تاریخ یاد میکنه. بزرگترین کلاهبرداری تاریخ که آقای مایک ملونی اینجا اشاره میکنه ناظر به این هست که دلار پولی بدون پشتوانه و مبنای اقتصاد جهانی قرار گرفته. این پول بدون پشتوانه که نه طلا پشتشه نه هیچ چیزی. و یک بررسی عمیق و کارشناسی صورت داده که در کنار صدها فیلم مستند که ساخته شده برای این موضوع و در کنار بالغ بر شاید در واقع بیش از 200-250 مجلد کتابی که کارشناسان خود آمریکایی در مورد فروپاشی اقتصاد دلار مبنای جهان رقم زدن، این جایگاه مهمی داره. خوبه این نکته رو من اینجا اشاره کنم خدمت شما که بدهی اقتصاد جهان، بدهی عمومی اقتصاد جهان امروز در اواسط سال 2014 میلادی از مرز 52 و 53 تریلیون دلار گذشته. شاید این برای بینندگان عزیز خیلی شفاف نباشه، یعنی چی بدهی جهان به کی؟ یعنی کره زمین به بیرون از کره زمین بدهکاره؟ نزدیک 197 کشور روی کره زمین روی هم رفته، عددی بالغ بر 52 و نیم تا 53 تریلیون دلار. این گزارشی است که مبتنی بر آمارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توسط اکانومیست منتشر شده. 52.5 تریلیون دلار الان بدهی اقتصاد جهانیه، در صورتی که درآمد کره زمین عددی است معادل تقریبا 45 تریلیون دلار. خب همونطوری که نمودار رو الان بینندگان عزیز ملزمی فرمودن، کشورهایی که به رنگ قرمز نشون داده شدن کشورهایی هستن که اقتصادشون از نظر بدهی در بدترین وضعیت قرار داره، یعنی کشور آمریکا، کانادا، اروپای غربی، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و در خود آمریکای لاتین هم کشور برزیل. پس اقتصادهای پیشرفته الان از نظر وضعیت بدهی در موقعیت بدتری قرار دارن نسبت به کشورهای عقب مانده. دلیل این مسئله اینه که بحث خلق پول و تولید اسکناس و چاپ اسکناس بدون پشتوانه تو این کشورها موقعیت ممتازی داره. پیش بینی که برای سال 2015 شده برای 6 ماه آینده عدد 55.5 تریلیون دلار هست، یعنی 3 تریلیون دلار بیشتر پیش بینی شده که این فاجعه است. در واقع الان میتونیم بگیم که حدود بله این نقشه سال 2015 هست، پیش بینی در واقع گلوبال پابلیک دیت هست که بدهی عمومی اقتصاد جهانی حدود در سال 2015 56 ماه آینده 55 تریلیون دلار هست، 55 هزار میلیارد دلار که بیشتر کشورهای پیشرفته این بدهی رو دارن به دلیل اینکه پول بدون پشتوانه چاپ میکنن و مبنای اقتصاد همشون دلاره. ایران از نظر رتبه در وضعیت سوم و چهارم خطر قرار داره و همتراز با روسیه و بعضی کشورهای دیگه که کمتر از دلار استفاده کردن. موهبت و نعمت تحریم ها به خصوص تحریم های نظام مالی ایران این بوده که از گزند این خطرات ما در امان بودیم. 4-5 کشور اول بدهکار من معرفی کنم. آمریکا با 17.5 تریلیون دلار دیگه رسمن میدن رسمن دیگه رسمش احتمال بیشتره. بیشتره 15.5 17.5 تریلیون دلار از این 52 تریلیون دلار بدهی آمریکاست. 10.2 تریلیون دلار مربوط به ژاپن،
ژاپن 10 تریلیون و 200 میلیارد دلار بدهی داره، اقتصاد دوم. یونان که در مرحله فروپاشی اقتصادی بوده، زیر بغلش اتحادیه اروپا گرفته تو این دو سال گذشته، ولی یونان کاملا باید اعلام ورشکستگی میکرد، الان داره بعضی از جزایرش رو میفروشه. یونان با 5.5 تریلیون رتبه سوم رو داره، ایتالیا با 2.2 تریلیون رتبه چهارم رو داره و کشور مشخصا فرانسه رتبه پنجم رو داره. پس در واقع در یک چنین شرایطی این سوالی که همیشه به خصوص تو محافل دانشگاهی وقتی این بحث رو ما مطرح میکنیم، استادان محترم یا خود دوستان دانشجو میپرسن که این بدهی به کیست؟ بدهی اقتصاد جهانی، بدهی خلق پول از بدهیه، یعنی فرمولش رو در انگلیسی میگن مانی از دت، که ما هر چقدر داریم خلق پول میکنیم داریم بدهی تولید میکنیم. این نکاتی است که به عنوان بزرگترین کلاهبرداری تاریخ توسط کارشناسان آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته در این مستند چهار قسمتی که آقای مایک ملونی ساخته و بسیار حائز اهمیته که مردم ما بدانند که در واقع استقلال مالی، استقلال سیاسی و استقلال اقتصادیشون به خصوص در فرایند تحریم ها چگونه رقم خورده و فشاری که امروز به مذاکره کننده های ایرانی میارن اینها در عرصه بین المللی صرفاً مسئله پرونده هسته‌ای نیست، بهانه است اینها. همونطوری که علیه عراق یه بهانه رو درست کردن و این سازوکار رو ایجاد کردن و حمله نظامی کردن، در مورد ایران و کشورهای دیگه هم باز بهانه هاشون در پرونده هسته‌ای همونطوری که بارها گفته شده بهانه است و حد یقف هم نداره و هژمونی و سیطره دلار شکسته. دو تا نکته است. یکی این که مردم نمیدونن که اقتصاد آمریکا چه وضعیت خطرناک و نابسامانی داره و حتی ما این هیاهویی که الان راه افتاده، کشتاری که در غزه داره صورت میگیره، مسائلی که در عراق توسط گروه تروریستی داعش به وجود میاد، ساختاری که در طول مسابقات جام جهانی فوتبال و گرایش افکار عمومی به سمت بعضی مسائل دیگه سوق داده شد، همه اینها رو یک بازیهایی میدونیم توی فضای کلی برای اینکه اتفاقی که در بریکس قرار بود بیفته و همچنین اتفاقی که در اجلاس وین تیم مذاکره کننده ایران یه طرف و این پنج به علاوه یک، که این پنج به علاوه وقتی میگیم که خانم اشتون از اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا 25 شش کشوره، یعنی در واقع کلمه پنج به علاوه یک کلمه درستی نیست، در واقع روبروی 28 کشور تیم مذاکره کننده ایران باید مذاکره کنه. به این خاطر یک فضایی به وجود اومده که همه دارن سعی میکنن این مردم جهان رو غافل کنن از اینکه هژمونی دلار، حالا این واژه رو به کار نبریم، استیلا و سیطره دلار که مبنای اقتصاد جهانی قرار گرفته بود و از 1971 تقریبا 43 سالی که بعد از اینکه آقای نیکسون ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد، دلار آمریکا یک کاغذ بدون پشتوانه بوده که تمام منبع درآمدش از چی بوده، منبع سودش، منبع در واقع برتریش این بوده که مبنای اقتصاد جهان بوده و لذا این سازوکار اتفاق افتاده. من سوالی که میخوام بکنم در مورد این فیلم مستند که امشب میخوایم پخش بکنیم که شما انتخاب کردین به عنوان پشتوانه این منطق، بله. چرا این فیلم انتخاب کردین؟ یک مستندی است که البته اخیراً ساخته شده، این آقای مایک ملونی، اینم دغدغه واقعا داره، بله. برای آموزش دادن وضع اقتصادی امروز جهان به هموطنان آمریکاییش که در واقع بدون اینکه این پول پشتوانه نداره و طلا و نقره بخرید، خودتون رو حفظ بکنید از گزندی که نه چندان دور هستش. در کل فیلم یه اخطار با اخطارم تموم میشه، میگه که من از سال 2002 متوجه شدم که یک بحران شدیدی و یک سقوطی خواهد بود و بعد اشاره زیاد به ایران داره. این خیلی تو طول مستند، حالا غیر از این نکاتی که بنده عرض کردم، چه انگیزه بود که این فیلم انتخاب بشه؟ ما بعد از اینکه جنبش وال استریت شروع شد 3 سال پیش، یک مبحثی رو در اقتصاد استراتژیک تدریسش رو شروع کردیم که 40 جلسه طول کشید، یعنی 5 واحد درسی تمام در اقتصاد استراتژیک رو مطالعه کردیم. در جدال احسن که باید ما از مستندات خودشون استفاده کنیم، دوستان تیم تحقیقاتی ما نزدیک تقریبا 130-140 تا فیلم مستند گرفتن از استادان آمریکایی. یه گروهی هستن زیر نظر آقای پروفسور راس اشکرافت که یک مستند بسیار مهمی رو ساختن تحت عنوان 4 هورسمن، 4 سوار سرنوشت، که نشون میدن اقتصاد جهانی فرو پاشیده. اینها گروه توابین علم اقتصاد هستند، اعلام کردن که از نظریه های نوکلاسیکا و غیره در علم اقتصاد اعلام براءت میکنن. کارشناسانی که بعضی از اینا برنده نوبل هستند، یعنی مثل آقای جوزف استیگلیتس که 2 بار برنده جایزه نوبل شده در اقتصاد و خود آقای استیگلیتس یکی از کسانی است که مدت زیادی قائم مقام بانک جهانی بوده،
اینها وقتی آمدن اعلام کردن که اقتصاد جهان، علم اقتصاد دیگه پاسخگوی بشر امروز نیست. اصلا این کتابی نوشت به نام سقوط آزاد که این کتاب تو ایران سه بار ترجمه خورده. ترجمه اولش رو من خودم ناظر ترجمهش بودم و ترجمه بعدیش هم بلافاصله محافل دانشگاهی منتشر کردن. خیلی مسئله مهمیه که امروز اقتصاددانهای برترشون دارن میگن دیگه علم اقتصاد جواب نمیده. جملهشون اینه: اقتصاد آمریکا نیست که پاشیده، اقتصاد اروپا نیست که پاشیده، این علم اقتصاده که سقوط آزاد کرده. در طول این 40 جلسه ای که ما در اقتصاد استراتژیک این موضوع مورد بررسی قرار دادیم، فیلم های مستند بسیار تکان دهنده ای رو که استادان خود غربی تهیه کردن که کمتر در واقع جامعه ما شناخته شده است، کمتر هم تلویزیون به سمت اینها میره. من تعجب میکنم، نمیدونم چرا این فیلم های مستند از تلویزیون ما پخش نمیشه. مردم فکر میکنن ما چون در تحریم بودیم مشکلات اقتصادی داریم، با وجودی که هر شب از رسانه ها میشنون که توی فرانسه، توی اسپانیا، توی پرتغال، توی خود انگلیس، در خود آمریکا، توی جنبش وال استریت مردم تو خیابون هستن یا یونان دچار مشکلات هست، اما مردم نمیدونن که اقتصاد جهانی با یک مصیبت جدی روبرو شده که امکان سرور آوردنش دیگه وجود نداره. مجموعه‌ای که تیم فرسکو کار کرده بودن که گرایش چپ دارن، یکی دو تاش البته تلویزیون سال گذشته دیدم که ترجمه کرده بود، پخش کرد در مورد اوتوپیای ونوس. تمام این آثار مستند و کتابایی که کار شده، البته بعضی از این کتابا تو ایران ترجمه شده، مثل کتاب آقای استگلیس، کتاب آقای کورتن، که پروفسور کورتن که حرفش اینه که خلق پول خلق ثروت نیست و برخلاف اینکه تصوری که آمریکا فکر می‌کنه داره ثروت خلق می‌کنه، پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنه. این ادبیات تو ایران کم مورد مطالعه قرار میگیره. محافل آکادمیک و دانشگاهی ایران که بیشتر به گرایش اقتصاد لیبرالی نزدیک هستن، نگرانن که این مطالب رو بشه. حتی والرشتاین رو وقتی آورده بودن ایران که تو بعضی از مرکز تصمیم سازی دولتی سخنرانی کرده بود و در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بعد از اینکه از ایران رفت قبل از عید، مصاحبه کرده بود با یک نشریه خارجی و گفته بود که به من گفتن در ایران به من گفتن که از فروپاشی اقتصاد آمریکا سخن نگو. با اینکه کتابی در این مورد نوشته. بله، اصلا والرشتاین بالاخره متخصص این قضیه، گفته بودن که اصلا نگو نئولیبرالیسم دچار مشکله، نگو که کپیتالیسم دچار مشکله، نگو که دلار چه مشکلاتی داره. درست در جایی که خود منتقدین اقتصادی و منتقدین مباحث استراتژیک غرب دارن این مشکلات رو میکنن، در جامعه علمی ما متاسفانه یک سکوت مرگباری وجود داره که ما بیش از 100 سخنرانی دانشگاهی برای این ترتیب دادیم در ترم گذشته دانشگاهی و موضوع رو با دانشجویان در میون گذاشتیم که خب انعکاس رسانه‌ای خیلی گسترده هم داشت. اما به هر جهت کار آقای مایک ملونی از 3-4 جهت حائز اهمیت. در واقع در بخش اولش از این جهت حائز اهمیتی که هشدار میده که هژمونی دلار داره میپاشه و از سیطره دلار به عنوان بزرگترین کلاهبرداری تاریخ بشر یاد میکنه. بله، بله. یعنی هیچ کلاهبرداری در تاریخ بشر اینجوری نبوده که یک کشوری پول چاپ کنه، بله، بعد با این پول بدون پشتوانه تورم خودش رو بریزه تو کشورهای دیگه، بله، بعد بقای خودش رو رقم بزنه، حالا هر کشوری جرأت میکنه این پول رو بذاره کنار، بله، بهش حمله میکنه، بله. این اولیشه که میگه، بله، اصلا اون کلمه‌ای که انتخاب میکنن همون کلمه حقه، هوکس، بله، هوکس انگلیسی هوکس هستش و میگه که اصلا فیلم با این تموم میشه، فیلم با این شروع میشه، بله، که در واقع میخواد آموزش بده مردم عادی آمریکا، بله، که در چه مخمصه‌ای هستن و نمیدونن. بله. این به نظر من یکی از کارهایی که میکنه اینه که سوای از آمریکا در انگلیس، در سنگاپور، در ژاپن، در کشورهای مختلف جهان مجموعه اقتصادی دولتی و غیر دولتی، خب این فرد رو صدا کردن، میره اونجا تشریح میکنه که چه مصیبتی داره به وجود میاد و همه کشورها رو تحذیر میده. نکته دومش این بود که بحث ساختار تاریخ دلار رو در طول 150 سال بررسی میکنه که بسیار تکان دهنده است. نکته سوم پرده از یک حقایقی برمی‌داره در ساختار اقتصاد ایالات متحده. خب همه مردم فکر میکنن فدرال رزرو که تو ایران بهش میگیم بانک مرکزی، همه فکر میکنن دولتیه، در صورتی که خب این خصوصی بودن این که نهاد تولید کننده مسائل پولی و مالی در ایالات متحده یعنی بانک مرکزیش نهاد خصوصیه و سهامدار داره. بعضی از بانک ها سهامدارش هستن و اینجا معلوم میشه که اصلا دموکراسی تو آمریکا معنی نداره، یعنی در واقع مردم کسی دیگر رو رأی میدن بهش میرن سر کار، این وظیفه داره برای اونها این سازوکار پول رو رقم بزنه. خب این نکات حیرت انگیزیه. 7 مرحله و 7 استپ تعریف میکنه برای اینکه این دلار چطور این حقه بازی در این صورت میگیره، چطور این خلق پول صورت میگیره. یکی از نکات مهمی که در این مستند اشاره میشه تمایز بین کارنسی از مانی هست. بله. توی ایران مردم میگن پول، مردم بین پول که به معنی مانی در زبان انگلیسی باشه با پول به معنی کارنسی فرق نمیگذارن. وقتی مردم این فرق رو نذاشتن، حتی من توی فتوایی که بعضی از افرادی که مجتهد هستن امروز
دیدم که بعضی افرادی که درجه در واقع اشتهاد دارن میگن که چون 1,000,000 تومان امروز 6 ماه دیگه ارزشش میشه 500,000 تومان، پس بانک حق داره با توجه به تورم 40% 40% بهره بگیره روی این، در صورتی که بعضی دیگه از مراجع اعزام تقلید الان معتقدن این رباست. چرا اونا دارن این حرفو میزنن؟ چون اون کسی هم که تو فقه دارن این حرفو میزنه میگه 1,000,000 تومان امروز 6 ماه دیگه ارزشش میشه 500,000 تومان، پس بانک باید 40% بهره روی این اعمال کنه. اونا فرق بین پول و مان، پول و مانی و کارنسی رو نمیدونن. چون پول پول و وچه رایج، وچه رایج. پول سازوکارش اینه که باید ارزش ثابت داشته باشه مثل طلا، ولی کارنسی در حوزه وچه رایج نوسان داره، میتونه بدون پشتوانه باشه. از کلمه استفاده میکنن به نام فیات. فیات مخفف در واقع پول بدون پشتوانه است. بله، پولی که بدون پشتوانه بود هر روز قیمتش بالا پایین میشه. پول دولتی. پولی که دولت ها میسازن. اگر الان به مردم ما بگن که یک کسی، یعنی اخباری که پلیس ارائه میکنه بگه یک کسی رو توی زیرزمینی گرفتن، یه دستگاه چاپ داشته، تراول چک های 100,000 تومانی و 50,000 تومانی چاپ میکرده. اندازه مثلا یک کامیون. این تراول چاپ کرده مثلا 20 تن. 20 تن کاغذ تراول چک 100,000 تومانی، خب قیمتش خیلی زیاد میشه. بعد اومده تو بازار تهران هر چی خودرو و کالا و امکانات و هر چی از خریده. مردم میگن این عجب کلاهبرداری بوده. حالا برای مردم این جا افتاده نیست که دولت‌ها امروز در جهان اینجوری کلاهبرداری میکنن. دولت‌ها دستگاه چاپ میذارن، پولی که پشتوانی به نام طلا نداره رو چاپ میکنن و تو دنیا معتبره. در واقع دولت‌ها از ملت خودشون دزدی میکنن. حرفی مستندم همینه. حرفی که آقای مایک ملونی میزنه میگه که بزرگترین کلاهبرداری تاریخ یکی این که آمریکا این کارو میکنه علیه همه و بعد بقیه کشورها علیه مردم خودشون. چین علیه مردم خودش، ژاپن علیه مردم خودش، آفریقا توی آفریقا کشور آفریقای علیه مردم خودشون، تو اروپا آلمان و نمیدونم انگلیس همه. ببینید این همون چیزیه که قرآن میفرماد یمحق الله الربا. ربا یعنی سودخاری. وقتی که همه فکر میکنن سود بیشتری دارن اینجوری میبرن، قرآن میفرماد که در آیه 39 سوره روم میفرماد که یمحق الله ربا، خدا ربا رو به محاق میبره، نابود میکنه. اصلا در واقع حسب ظاهر اینه که وضع اینا داره خیلی خوب میشه، اما گزارشی که شما نمودارش رو ملاحظه فرمودید نشون میده اصلا همچین خبری نیست. اقتصاد جهان 52 تریلیون دلار بدهی داره. استادای اقتصاد دانشگاه های ما کجا هستن؟ چرا وقتی که استگلیتس میگه علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، دانشگاه های ما حرف جدیدی نمیتونن بزنن؟ این تحول در علوم انسانی در حوزه اقتصاد چی شد پس؟ چرا والرشتاین رو از خارج مرزها میارن تو ایران، بعد بهش میگن تو ایران مبادا از این کلمه یاد کنی که اقتصاد جهان در حال فروپاشی، لیبرالیسم در حال فروپاشی، کپیتالیسم در حال فروپاشی و دلار در حال فروپاشی. هیچ کدوم از این حرفا رو نزن تو ایران، این حرفا رو بعد دست میگیرن علیه ما. تو واشنگتن پست بله مطلبش چاپ شد، همون بله که ایران شد. بود منتشر شد. بله خب این خیلی آبروریزی بود. به هر جهت آقای مایک ملون این حرفا رو میزنه، نه اینکه ما این حرفا رو نزده باشیم. من در 1381 وقتی که ورد کام، شرکت ورد کام دچار مشکل شد، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2، برنامه آقای حیدری، دقیقاً 12 سال پیش، همین جمله که مایک ملونی میگه رو گفتم که اگر تمام این 120 کشوری که الان دلار توشون مبنای اقتصاده برگرده به خاک آمریکا، ما به ازای این دلارها کالا وجود نداره. یعنی اگه همه این دلارهایی که الان تو اقتصاد جهان هست برگرده تو اقتصاد آمریکا، آمریکا ما به ازای این دلارهایی که برمیگرده نه داخلش طلا هست در خزانه داریش، چون برتون وودز و اون پیمان مربوطه منحل شده بود، و نه در واقع مفهومی وجود داره در اقتصاد آمریکا به نام کالا ما بزا این دلار. اگر برگرده اقتصاد آمریکا میپاشه. درست زمانی که در واقع ورلد کام و انرون مشکلاتی براشون به وجود اومده بود، اینا هم بالاخره وابسته به معاون اول رئیس جمهور آمریکا دیک چینی بودن. 1381 یعنی زمانی که هنوز تا سقوط عراق 9 ماه 10 ماه مونده بود. خب این حرفا رو ما وقتی میزنیم، اون موقع البته بدهی آمریکا 4 تریلیون دلار بود، یادم اون شب اشاره کردم که بدهی آمریکا، بدهی عمومی 4 تریلیون دلاره، الان 17 تریلیون دلاره. یعنی 1381 4 تریلیون دلار کجا؟ 12 سال بعد در سال 1393 بدهی ایالات متحده 17.5 تریلیون دلار، یعنی 13.5 تریلیون دلار در 12-13 سال بالا رفته. ببینید این حرفا رو نه اینکه خود ما ندونیم، ما مبتنی بر آنچه که قرآن میفرماد دعوت کنید به راه ربتون، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. این حرفا رو سالهای قبل ما گفتیم، تمام دیویدیاش هم موجوده، کارشناسی هم شده، مستنداتش هم منتشر شده، اما اونی که هست اینه در جدال احسن شما از دل حرفایی که خودشون میزنن باید مطلب در بیارید بگید. اهمیت آثار مستندی که ما مبتنی بر اینها در سر کلاسامون به دانشجوها مباحث استراتژیک رو درس میدیم اینه که ببینید این حرفا حرفای ما نیست،
حرفای اوناست. خودشون دارن میگن اقتصاد مبتنی بر دلار پاشیده. من نمیدونم چرا در جمهوری اسلامی هنوز باید مبنای پول حکومتی که 35 ساله اعلام استقلال کرده از ایالات متحده، سفارت ایالات متحده رو اینجا تعطیل کرده، مبنای دلار در بانک مرکزی ما باید در واقع مبنای ریال باید دلار باشه. نمیدونم چرا ما که بنیانگذار این حرفا بودیم، چرا کشور ما نباید پیمان پولی دو جانبه رو و پیمان سازوکارهای بریکس رو رقم زده باشه؟ چرا ما جزو گروه بریکس نیستیم؟ ببینید سوال اینه، چرا بانک مرکزی ما مکتب اقتصاد پولی رو پذیرفته و مدام هم کارشناساشون میشینن توی تلویزیون میگن که آقا ما چیکار کنیم، مکتب اقتصاد پولی تو ایران پذیرفته شده. کدوم شورای عالی تو ایران مکتب اقتصاد پولی رو تصویب کرده؟ چرا مبنای معاملات در جمهوری اسلامی باید دلاری باشه که پشتوانه نداره؟ وقتی ما میگیم آقا سیستم ربویه، دوستان فکر میکنن ما داریم در مورد بهره بانک صحبت میکنیم، به ما میگن آقا ما شورای عالی فقهی داریم، بیاید مثلا جواب اینا رو بدید. من دارم میگم صحبت از ربای جهانی میکنیم. ربای جهانی یعنی اینکه یک کشوری یه دلاری داره بدون پشتوانه، این دلار میاد تو بازار تهران مثلا 2-3 هزار تومان مقابل ریال ما قرار میگیره. چرا وقتی همه میدونن که اقتصاد ایالات متحده اقتصاد بدهی محوره، حرفی که آقای مایک ملونی میزنه، چرا ما صحبت از قسط میکنیم؟ 50 درجه گرمای تابستون، 40 درجه گرمای تابستون مردم روزه میگیرن، دیشب قرآن سر گرفتن، احیا گرفتن. این مردمی که 35 سال روبروی غرب ایستادن، با غرب رو توی انقلابشون بیرون انداختن، چرا مبنای اقتصاد این مملکت باید دلار باشه؟ یک کسی توی این مملکت جواب ما رو بده. یعنی اینطوری نیست که یک کسی رو از خارج بیارید داخل کشور بعد بهش بگید در مورد لیبرالیسم هیچی نگو. جرأت مثلا کسی نکنه تو کشور ما در مورد ربوی بودن سیستم نظام مالی جهانی حرف بزنه. ما میگیم آقا سیستم بورس تو وال استریت قمار، سازمان بورس ما بلند میشه بیانیه میده میگه که کی گفته ما قماریم؟ آقا بورس جهان اصلا خودشون به خودشون میگن گمبلر، یعنی قمارباز. ما چطور قمار آقای جانلو رو آوردیم اسلامی کردیم؟ مردم بالاخره اعتقادات دینی دارن. کل کارکرد دین آقای طالب زاده قسطه. اگر از دین قسط رو بگیرید دیگه دین نیست. قسط یعنی سهم هر کس هر چی است باید بهش پرداخته بشه. لذا در مورد عوام جامعه میفرماد لیقوم الناس بالقسط، مردم باید اقامه کنن قسط رو، قیام کنن برای قسط. برای خواص جامعه میگه کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. لذا خواص باید قوام به قسط باشن، مقامات مسئول، نخبگان، افراد دانشگاهی، علما و شخصیت های تاثیرگذار. عوام جامعه باید لیقوم الناس بالقسط. اگر اقتصاد مملکت بر دلار استوار شد در معاملات جهانی، که چرا ما باید بشینیم بعد 35 سال پیمان پولی رو حالا توجیه کنیم که تو رو خدا مسئولین مردم بپذیرید ما به پیمان پولی بپیوندیم؟ چرا ما 15 ساله داریم داد میزنیم دولت و مجلس گوش نمیکنن؟ قسط، مردم اینجا دارن زحمت میکشن، نفتی که داریم میفروشیم واقعیه، یعنی نفت و منابع نفتی که میفروشیم واقعیه، زحمتی که مردم میکشن کار واقعیه. مردم برای زحمتی که میکشن ما به ازاش تو زندگیشون اثرش رو نمیبینن، چون طرف تو این مستند میگه که آمریکا تورم خودش رو صادر میکنه، بعد اون استاد میگه که با خودم فکر میکردم یعنی چی، یعنی آمریکا تورمش رو میذاره تو پاکت بسته‌بندی میکنه، تو صندوق صادر میکنه. بعد در ته جنبندی به این نتیجه رسیدم که آقا آمریکا وقتی پولش مبنای اقتصاد کشورهای دیگه بود از این طریق صادر میشه. چند درصد تورم امروز جمهوری اسلامی اونطوری که خود کارشناساشون میگن هر کشوری مبنای پولش دلار آمریکا بود تورم آمریکا صادر میشه اونجا؟ کارنسی یا همین پول رایج در گردش رو مبتنی بر فیات یا همین در واقع پول بدون پشتوانه، این پولی که تولید میشه، حرف این آقای طالب زاده میگه 18 برابر شده در طول 10 سال، یعنی آمریکا 18 برابر 200 سال اول عمر دلار تا اواخر دهه 1980، 200 سال از عمر دلار میگذشته، کل دلار خلق شده 800 میلیارد دلار بوده، به 1 تریلیون دلار نمیرسیده. از اواخر دهه 1980 تا الان آمریکا سالی 1 تریلیون دلار داره خلق پول میکنه، یعنی اندازه 200 سال یک طرف. خب آقا وقتی که مبنای اقتصاد مملکت ما شد دلار، هر چی مردم زحمت بکشند اثرش دیده نمیشه، هر چی ما نفت بفروشیم اثرش دیده نمیشه، دولت ها روز به روز ضعیفتر میشن، بنیه اقتصادی کشور ضعیفتر میشه. آقا مگر منظور اقتصاد مقاومتی این نیست که مقاوم سازی چهار ستون اقتصاد؟ اقتصاد را اگه ما میخوایم مقاوم کنیم و قسط در زندگی مردم رقم بخوره و سهم مردم هر چی هست بهشون پرداخته بشه، ما یک راه داریم، واقعی کنیم مبنای پولمون رو. کی گفته مبنای پول ما باید دلار باشه؟ حالا فردا میگن که آقا کی گفته مبنای پول ما دلار هست؟ ما چرا پیمان پولی دو جانبه رو، ما چرا تو گروه بریکس نیستیم؟
ما مگر با هند توی مستند میگه که ایران با هند تعامل مستقیم داره، روپیه میگیره و ریال میده و نفتش رو جابجا میکنه. میگه ایران با چین این کارو میکرده، میگه ایران با روسیه این کارو میکرده. خب ما که این کارو میکردیم، پس چرا تو گروه بریکس نیستیم؟ چرا فکر میکنیم اگر رفتیم نشستیم پای میز مذاکره و فقط از طریق مذاکره رفتیم حل کردیم، مشکلات اقتصادیمون حل میشه؟ همه دنیا اقتصادش گل و بلبله، فقط اقتصاد جمهوری اسلامی دچار مشکل، چون ما تو تحریم بودیم. اگر اینها که تو تحریم نبودن، کشور ژاپن که تو تحریم نبوده چرا 10 تریلیون دلار بدهی داره؟ آمریکا که خودش تحریم نبوده، خودش که خودش رو تحریم نکرده، چرا 17 تریلیون دلار بدهی داره؟ ما یک راه داریم، اونم اینه که صادقانه به مردم بگیم مردم اقتصاد ما، یعنی در نظام بانکی ما هنوز انقلاب اسلامی صورت نگرفته، هنوز در نظام جرئت نمیکنه. شبکه 4 تلویزیون عملیات انتحاری و استشهادی میکنه، میاد تو برنامه راز میگه ربا جنگ با خدا، 4 سال بعد سریال ما رمزونمون میشه سریالی که توش کلمه جنگ با خدا هم آورده میشه. برنامه سریا عملیات استشهادی میکنه، مثلا 2 تا برنامه میره علیه ساختار اقتصاد دلار محور، برنامه سمت خدای شبکه 3 عملیات استشهادی میکنه، یه تیکه اعتراض میکنه به وضعیت دلار، شبکه خبر بعد مثلا به صورت چریکی گوشه هایی از برنامه‌اش اختصاص میده به این موارد. آقا این انقلاب به نام قرآن بوده، قرآن هم صراحتن گفته آقا این سیستم ربوی رو باید به چالش بکشید. لذا یک نکته هست، ما حرفی که داریم میزنیم اینه که آقا همین حرفا رو ما خودمون هم میدونیم، اما از دل دیدگاه خودشون بیاریم که ما رو متهم نکنن که آقا نمیدونم بی سوادها حرف میزنن، کسانی که نمیدونن حرف میزنن، نمیدونم از دانشگاه های فلان فارغ التحصیل شدن حرف میزنن. این حرف آقای مایک ملونیه، حرف آقای پروفسور جوزف استگلیتس، حرف آقای پروفسور کورتن، حرف آقای پروفسور راساش کرافت، کسانی که تو دنیا گفتن آقا جان علم اقتصاد خورده زمین، نمیتونه اقتصاد جهان رو مدیریت کنه. ما نباید همه تخم مرغمون رو بذاریم توی مسئله مذاکرات و بگیم آقا مردم الان میریم یه مذاکره صورت میدیم همه مشکلات اقتصادی حل میشه. همه حرف ما اینه. دیدگاه کورتن از این حیث حائز اهمیته. اگر عناصر دانشگاهی ما گوش نکنن به حرفای امثال این آقای در واقع مایک ملونی، اگر مردم ما متوجه این موضوع نشوند که دلار پاشید ما باید فاصله بگیریم، اگر مسئولین ما فاصله نگیرن از این قضايا، ما خواهیم باخت، چون دلار به مثابه حبابی است که اگر هر کشوری اقتصادش رو به اون تکیه بده اون اقتصاد خواهد پاشید. تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد منوط به یک نکته کلیدیه، ارتباط با دلار آمریکا باید در اقتصاد جمهوری اسلامی قطع بشه. جمهوری اسلامی باید از نون شب براش واجب تره که در پیمانهای پولی دو جانبه تعاملش رو با اقتصادهای پیشتاز عملیاتی کنه، جلو بره، فاصله بگیره. ما برای اقامه قسط انقلاب کردیم، کارکرد دین اقامه قسطه. اگر آنچه که در صحرای در خود غزه داره رخ میده، مردم دارن کشته میشن، آنچه که در تروریستا دارن در عراق قضایای داعش دارن عمل میکنن، اینها رو ما تروریسم میدونیم، افراطی‌گری میدونیم که انداختن به جان جهان اسلام که چهره بدی از اسلام ارائه کنن، ما اون چهره حقیقی و چهره رحمت اسلام رو میخوایم نشون بدیم، باید در نظام معیشت رقم بزنیم. این رادلی شکسپیر که تو انگلیس اقتصاددانی است که روی سیستم ربا کار میکنه، این توی برنامه تلویزیون خودمون دیدم، میگفتش که ای کاش جمهوری اسلامی مدل معیشت اسلامی رو هم مدل معیشت غیر مادی رو هم نشون بده. همینجوری میگفت. بله، که ای کاش جمهوری اسلامی مدل معیشتش، جمهوری اسلامی نمیتونه مدل معیشت مبتنی بر اسلام رو نشون بده زمانی که مبنای اقتصادش دلار باشه. لذا دلیل اینکه فرمودید چرا شما رفتید سراغ این موارد، من 40 جلسه 5 واحد تمام در تحصیلات تکمیلی اقتصاد استراتژیک درس دادم روی این قضايا، بیش از 140 فیلم مستند که یکیش اینه من. که نکات بسیار تکان دهنده ای رو در واقع ارائه میکنه. دانشجوها رو ملزم کردم که هر کدوم از این دیویدی ها رو 5 بار تا 10 بار ببینن که متوجه بشن چه اقتصادی داره میفته، و جامعهمون رو باید از خواب بیدار کنیم و مسئولین رو بگیم که آقا به اقتصاد درونزای اقتصاد مقاومتی رو بیارید و ارتباط اقتصاد جمهوری اسلامی رو با حباب دلار جدا کنید. اگر دست من میرسید مسئولین جمهوری اسلامی رو مینشوندم، این 100 خورده مستند رو میذاشتم جلوشون و کتابای مربوطش رو، هر کدوم از اینا کتاب داره، میذاشتم میگفتم که شما ببینید حقایق اقتصاد جهانی چیه. ابتدای برنامه ششم توسعه هستیم، برنامه ششم پیشرفت، کشور رو مبتنی بر انگاره ها و گزاره های غربی برنامه‌ریزی استراتژیک نکنید. تئوری های غربی پاشیده، زمانی که حسن باقری یک جوان 21-22 ساله که طراحی عملیات نظامی ما رو میکرد، سربازی نرفته بود، جنگ رو نمیدونست، پیچیده ترین پدیده بشری آقای طالبزاده جنگه که تمام دانش بشر توش به کار میره. چطور میشه ما میتوانیم کسی رو که سربازی نرفته، اسلحه دست نگرفته، طراحی عملیات نظامی کشور رو بدیم دستش و کشور رو مرحله به مرحله در آزادی
مراحل مختلف اون چارچوبش رو رقم بزنه. چطور شد؟ حتما برای اقتصاد کشور باید به کسایی که فارغ التحصیل علم اقتصاد هستن رجوع کنی. یعنی وقتی رهبر انقلاب فرمود در مسائل اقتصاد مقاومتی دوبار فرمود ما درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی شدیم. جنگ تمام عیار اقتصادی مثل جنگ تمام عیار نظامی قبلی. اونجا آیا صرفاً نظامی‌های حرفه‌ای بودن مملکت رو نجات دادن؟ اینجا هم باید در مسئله اقتصاد، یک، ما از علمای اقتصادی که تئوری‌هایی را می‌دانند که این تئوری‌ها منسوخ شده. ذاتاً اقتصاد لیبرالی ربویه، اقتصاد پول مبنا ربویه. هر چی دارن بزرگان تو حوزه علمیه فریاد میزنن صداشون انعکاس نداره. من سوال میکنم چرا در طول این چند سال گذشته که مدام بزرگان و علمای ما دارن در مورد ربوی بودن ساختار اقتصادی صحبت میکنن، چرا این حرفا توی تلویزیون انعکاس نداره؟ چند صد بار شخصیت عظیمی مثل حضرت آیت الله مکارم، مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، مثل حضرت آیت الله مصباح و دیگران، شما الان تو فضای سایبر برید ببینید توی دو سه سال گذشته در مورد ربوی بودن سیستم چه فریادها زدن. من تعجب میکنم صدا اینا انعکاس پیدا نمیکنه. خب این نگرانی داره دیگه. مسئله ما اقامه قسطه. اگر ربا شیوع پیدا کرد دعای مردم بالا نمیره. فرمودن 80% مردم، فرمودن که 80% مردم امروز زندگیشون داره از راه وام و ربا جلو میره. خب ما نگرانیم. به اسم اسلام انقلاب شده به کام مدرنیته و تئوری‌های مدرن در معیشت مردم. اینه که اگر حرف ما رو نمیپذیرید، میگید آقا شما اقتصاد نخوندید، که ما که اقتصاد نمیگیم، ما در علم استراتژی میگیم. من معلم استراتژی هستم. استراتژی علم بقای جامعه است. همونطوری که یه پزشک بقای بیمار رو از جسمش و بیماری‌های جسمش هشدار میده، من به عنوان معلم استراتژی باید مراقب باشم جامعه‌ام از کدوم قده سرطانی داره صدمه میخوره، اونجا هشدار بدم. قده های سرطانی که در نظام معیشت مردم ما، مردم ما رو از سفرهشون با خدا به تعارض میکشونه، آیا نباید در مورد اینها با جدیت برخورد کنیم؟ مجبوریم در جدال احسن بگیم مردم این حرفا رو از زبان ما نشنوید، این حرفا رو از زبان مایک ملونی، راس اشکرافت، پروفسور کورتن، استیگلیتس و خیلی دیگه در واقع بپذیرید که استادان اقتصاد دانشگاه های ما هیچ وقت از نظر سطح علمی به اینا نمیرسن، برنده جایزه نوبلن. آقای استیگلیتس بالاخره یه قولیه برای خودش تو این قضايا. از این جهت نگران آینده کشور هستیم، از این جهت ما دغدغه‌مند این مسائل هستیم و واقعا این دغدغه و نگرانی مبادا جمهوری اسلامی که آوانگارد و پیشتاز بوده در اینکه هژمونی آمریکا، علو و برتری جویی آمریکا، استکبار آمریکا رو در حوزه‌های مختلف به چالش کشیده، جمهوری اسلامی آخرین کشوری باشه که دلار رو از نظام اقتصادیش بذاره کنار. همین نگرانی ما این بوده و دلیلش این بود. متشکرم. هم مقدمه خیلی مهمی بود، هم توضیحات بسیار کامل. امیدوارم که تأثیر وضعی بگذاره همین صحبت ها. ما چون مقداری وقت رو از دست دادیم، من دوست دارم که از صحبت اگر بشه ما گزارش شماره 3 رو داشته باشیم، یک و دو رو ازش میگذاریم چون وقتمون کم استش، تا اگر آماده هست. کاش دو رو میتونستیم ببینیم، یه ذره طولانیه ولی نشون میده که ایران رو نقشه نشون میده که ایران اصلا ایران حذف میکنه. دو دو رو آماده بکن. من ترسیدم که وقتمون کم باشه. حالا میبره باز وسطاش میتونیم قطعش کنیم. برای وسطاش دو رو ببینم، وقتم خیلی طولانی نیست. بله از کدام که بس دو رو ببینیم. نه طولانی هم هست. بله ولی اون نصفش میکنه. ولی خوبه بزن باشه. دو رو پخش کنید. Is about 60% of the value of all the currency on the planet, and more than half of the dollars reside outside the United States. The reason they every country has U.S. dollars is, first of all, that's what central banks use as the reserve currency. Second of all, oil is priced in dollars. So this is the world, and what you see here is that these are the countries that are avoiding the U.S. dollar in trade. They're doing bilateral agreements where they'll either hold each other's currency and settle that way, or they're establishing, like right now, they're talking about a BRICS bank, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, having a bank that will do settlements between the countries directly without using the U.S. dollar. These countries, they tried to avoid using the U.S. dollar, like Iran, tried, and we banned them from using SWIFT. How many here have made wire transfers before? So do you know what a SWIFT number is? It's a code that you plug in, and this SWIFT system is what transfers those dollars from one person's account to another person's account. Well, Iran decided that they were going to sell
oil only in euros. They got banned from SWIFT. But there's countries right now coming up with a replacement for SWIFT. And it doesn't use the dollar, it's the Sucre system. And Iraq started selling oil for euros. In Libya, they were talking about creating the gold dinar and selling oil for gold. So those are the countries that are trying to use something other than the dollar. Then we've got gold competing with currency. And there's a lot of talk around here about the gold dinar, and there's people that are actually using gold in some of the countries over here. And then in Utah has recognized gold and silver as money again. It's legal tender currency in the state of Utah in the United States. And then you've got physical gold accumulation. I'll show you later that China is accumulating an immense amount of gold, but all the countries with an up arrow, that's gold accumulation. Then we have gold repatriation. Germany has been asking for their gold back, and they're getting it. Venezuela has repatriated their gold. بله، سه دسته میکنه کشورها رو. این جلسه است که تو سنگاپور برگزار شده توی جمع در واقع کارشناسان اقتصادی سنگاپور. سه دسته میکنه کشورها رو، کشورهایی که دیگه معاملاتشون رو به دلار انجام نمیدن، مثل روسیه، چین و غیره که الان گروه بریکس هستن. کشورهای دوم کشورهایی که علامتشون با طلا و بمب، مثل ایران و عراق. میگه که ایران کشوری بود که اصلا ایران رو تو نقشه در آورده بود، یعنی نقشه اول ایران رو به رنگ دریا کشیده بود، اصلا کلا ایران رو حذف کرده بود در مبحث دلار، که اصلا انگار ایران توی معاملات جهانی نیست. اون دوره به خصوص 5 6 سال گذشته که قضیه جدی شد. و میگه ایران کشوری است که در واقع شروع کرد این مسئله رو، شروع کرد بدون وجود دلار معاملاتش رو انجام بده، و بقیه کشورها هم یاد گرفتن. بعد میگه چین از ایران یاد گرفت، هند از ایران یاد گرفت، روسیه از ایران یاد گرفت، و اینها اومدن این مدل رو بست دادن. و میگه آمریکا هم سویفت رو روی ایران بست که ایران نتونه در واقع مبادلاتش رو صورت بده. یعنی اتفاقی که افتاد اینه. این اتفاق مربوط به تحولات سال 91 به این طرف نیست، 1191. من ارجاع میدم بینندگان عزیز رو به این نکته که آمریکا یه مرکزی داره، من مرکز سیاست دو حزبی، بای پارتیزان پالیسی سنتر. مرکز سیاست دو حزبی آمریکا مرکزی است که مرکز تعهد استراتژیک است، تصمیم سازی است که هم جمهوری خواها هم دموکرات ها با هم اونجا هستن. بای پارتیزان پالیسی سنتر. این مرکز اواخر دوره بوش و اوایل دوره اوباما سند رو منتشر کرد در مورد پرونده هسته‌ای ایران به نام دایم پرادایم. در دایم پرادایم که این دایم کوچکترین سکه است که در آمریکا 10 سنتی، این رو در اون سکه که خودمون بهش میگیم شیره خط انداختن. بای پارتیزان پالیسی سنتر، این مرکز، اومد توی گزارش دایم پرادایم گفت که حالا که ایران شروع کرده نفتش رو بدون دلار میفروشه، هر کشوری میخواد این نفت رو بخره باید این توی یوتورن، توی دور برگردون، باید این تو بازار خودش و بازار بین المللی، اگر به یورو خرید نفت رو باید ببره تبدیلش کنه به دلار، اینو چنج کنه، تغییر بده و اجازه داشته باشه مصرف کنه. این اتفاق عجیبی که اون موقع افتاد در گزارش بای پارتیزان پالیسی سنتر دقیقاً آذر 1387 آخر دوره بوش بود و زمانی علنی شد که دی ماه 1387 بود، یعنی ماه اولی که آقای اوباما اومد سر کار. این دایم پارادایم هست که دیش مخفف دیپلماتیک، آی مخفف اینفورمیشنال و جنگ اطلاعاتی، امش مخفف میلیتاری، ایش مخفف اکانومی. استراتژی های دیپلماتیک، استراتژی های اطلاعاتی، استراتژی های نظامی و استراتژی های اقتصادی، چهار گزینه که مدام میگن گزینه هامون روی میزه. اول دولت اوباما این تصویب شد. در دایم پارادایم یه دور برگردون تصویب کردن. تون دور برگردون حرف دایم پارادایم اینه، یا ایران نفتی که میفروشه خودش تبدیلش میکنه به دلار، یا کشوری که میخرن به هر پول دیگه خریده شد باید به دلار رقم بخوره، و الا این اون یوتور نیست که عرض کردم دور برگردون. ببینید میگه بشکه نفت ایران وقتی میاد، بشکه نفت باید بیاد در دور برگردون یورو رو ایران تبدیل کنه، هر کشوری که نفت ایران رو میخره تبدیلش کنه به دلار، اجازه داشته باشه که اون سازوکار رقم بخوره. این در واقع توی ترانزیشن و توی نقل و انتقال جابجایی، در به قول خودشون توی دور برگردون و یوتور، 1387 برای ایران خط نشون کشیدن. جنگ علنی اقتصادی علیه ایران اون موقع شروع شد، چون آمریکا فرضش توی این گزارش اینه که اگر ایران این کارو بکنه، دلار رو از مبنای معاملات نفتی حذف کنه، همه کشورها این رو یاد بگیرن، آمریکا دیگه اقتصادش مبنایی نداره،
مردمی که فکر میکنن اقتصاد ایالات متحده خیلی پرقدرته، هیچ وقت متوجه این بودن که آمریکا سال گذشته همین موقع تو تیر ماه شهر دیترویت که صنعتی ترین شهر ایالات متحده است فرو پاشید. آیا مردم خاطرشون هست که شهردار دیترویت عظیمترین کمپانی خودروسازی کرایسلر، فورد، جنرال موتورز که تو این شهر بودن، این شهر 2 میلیون نفر نیروی متخصص و در واقع شهر بسیار صنعتی توی ایالت میشیگان، یک شهر بسیار بسیار شاخص. خب میدونید شهر دیترویت که شهر صنعتی عظیم آمریکا بود پارسال اعلام ورشکستگی کرد. آمریکا که دیگه تحریم نبوده، چرا به مردممون نمیگیم که مردم اقتصاد جهان دچار مشکله؟ فقط مردم فکر میکنن ما 35 سال با آمریکا ارتباط نداشتیم، ما بودیم که اقتصادمون دچار مشکله. ایران خودرو سایپای ما اگر توی تحریم بودن قطعات از نمیدونم کمپانی های فرانسوی یا جای دیگه بهشون نمیرسیده، جنرال موتورز تو آمریکا که تحریم نبوده، فورد که توی دیترویت تحریم نبوده، در واقع کرایسلر که توی آمریکا تحریم نبوده، چرا 1,370,000 نفر از سکنه دیترویت گذاشتن رفتن؟ گزارشی که حالا تلویزیون خودمون کم پخش کرد، ولی تلویزیون داخلی پرس تیوی گزارش مبسوطی من دیدم پخش کرد، خیلی کار زیبایی کرده بود پرس تیوی، و گزارش مبسوطی از این که شهر دیترویت کاملا به شهر ارواح تبدیل شده. چطور شد اقتصاد ایالات متحده اقتصاد سرپایی است؟ آمریکا یه مشکل داره، مشکلش اینه که اگر دلارش از مبنای معاملات جهانی کنار گذاشته شد آمریکا فرو خواهد پاشید. این حرفو مایک ملونی میزنه به این مردم، اینجا میگه که اقتصاد آمریکا ابرقدرتیش به خاطر وجود سلاح‌های نظامی و ارتشش نیست، آمریکا ابرقدرته به خاطر اینکه دلارش مبنای اقتصاد جهانه. و ایران این رو به همه کشورها نشون داد که میتوانید بدون دلار معامله کنید، و تو همین فیلم میگه. و من خواهش میکنم دوستان دانشجویی که این برنامه رو دارن میبینن این فیلم رو از فضای سایبر گیر بیارن، زیرنویس شده و 4 قسمت، ببینن که اقتصاد آمریکا، یعنی خودش میگه اقتصاد آمریکا در لبه پرتگاه، بزرگترین کلاهبرداری تاریخ چی بوده؟ اینجوری میگه کلاهبرداری تاریخ این بوده که یک کشوری بشینه تایپ کنه و چاپ کنه، تایپ و چاپ. میگه یا الان دلار چاپ میکنن یا در فضای کامپیوتر و در اون نظام مالی کارت‌های اعتباری و غیره تایپ میکنن. میگه تو دنیا هیچ وقت اینجوری نبوده کسی خلق ثروت کنه با تایپ، تایپ و چاپ. دلار آمریکا یا تایپ میشه یا چاپ میشه، عدد و رقمه. و میگه این عدد و رقم‌ها یه دفعه وقتی بخوان یک کشوری رو زمین بزنن بلافاصله این رو میارنش پایین و نابودش میکنن. ما مردممون رو باید از این خطر آگاه کنیم، دولت مردانمون و استادان دانشگاهمون باید تو این قضیه حساس بشن، چون این حباب‌هایی که در اقتصاد مبتنی بر دلار داره صورت میگیره نابود خواهد کرد. خودش گفته، خودش تو این مستند اعلام میکنه که آقا این چیزی که شما دیدید، این بازی رو ایران شروع کرد و اقتصاد آمریکا از این قضایا صدمه خواهد خورد. مردم، ما به خاطر پرونده هسته‌ای در پای میز مذاکره الان توسط اینا محاکمه نمیشیم. ما به خاطر اینکه اعلام استقلال کردیم، نخواستیم از دلار آمریکا استفاده کنیم، مردممون دارن محاکمه میشن. ما به جهان نشون دادیم که میشود بدون دلار آمریکا که کاغذ بدون پشتوانه ایست زندگی کرد. در طول چند سال گذشته فشار تحریم ها، پدیده جنگ تمام عیار اقتصادی به تعبیر شخص رهبری، جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ما به این دلیل شروع شد که ما آمدیم استقلال مالی جمهوری اسلامی، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، این استقلال، استقلال سیاسی که رقم خورد، در استقلال اقتصادی، استقلال از پدیده به نام دلار. این استقلال رو اینا اومدن به چالش بکشن، میگن شما چرا همچین سازوکاری رو دنبال کردید؟ ما تاوان اینو داریم میدیم و خدا رو شکر که به جهان نشون دادیم که میتوان این گونه عمل کرد. و بریکس، کشورهایی که حق وتو دارن مثل چین و روسیه، اقتصادهای شاخص و نوظهوری مثل برزیل، هند و آفریقای جنوبی، اینها از کشور ما یاد گرفتن. ما نمیگیم، خودشون دارن میگن، دارن میگن این رو ایران به اینها یاد داد که این گونه عمل کنن. و متاسفم که ما در گروه بریکس الان نیستیم، متاسفم که باید الان تازه مجلس ما بیاد توجیه کنه که آقا به خدا خیلی خوبه اگر ما پیمان پولی دو جانبه تشکیل بدیم. و چرا الان ما از این 180-90 کشور، الان ما باید با 100 کشورش تا الان این پیمان رو امضا می کردیم و مردم ما انقدر آگاه می شدن از ساختارهای فرهنگی، که ساختارهای فرهنگی اقتصاد مبتنی بر دلار، که مردم ما چنج دلار در بازارها رو برای خودشون حرام می دانستن. و این رسالت و مسئولیت ما برای خودمون قائلیم که این فضا رو روشن کنیم، کما اینکه دوستان دانشجویی که الان برنامه رو میبینن دیدن و شاهد بودن که در طول 100 برنامه‌ای که در دانشگاه کشور تو 1 سال و 2 سال گذشته داشتیم، یک دور این موج رو توی دانشگاه ایجاد کردیم، از برای اینکه جمهوری اسلامی به استقلال مالی برسه.
و بتونه رو پای خودش بایسته، اقتصاد مقاومتی رو نهادینه کنه، قطعاً ما تا لحظه‌ای که انشالله این فضا به نتیجه برسه که ما ارتباط اقتصاد جمهوری اسلامی رو با دلار ایالات متحده قطع کنیم، ما ذره‌ای از پا نخواهیم نشست. یک عملیات روانی هم کنم، من پلاکم هنوز گردنمه، یعنی هنوز برای ما شرایط جنگه، جنگ با خدا، هنوز مثل جنگ پشت خاکریز روبروی نیروهای بعثی صدام علنیه برای ما. این رو ما گفته باشیم، ما در جنگ با خدا پلاکمون گردنمونه. مطمئن بودن مسئولین که یه جوری ما رو خواهند زد تو جنگ با خدا که جنازمون رو فقط باید یه تیک پلاکمون بمونه. ما از این قضیه ابا نداریم، لذا بهتر دلار ایالات متحده، اقتصاد مبتنی بر دلار یه فکر برای خودش کنه. مسئولین بانکی و مسئولین کشورم وقتی میرن دیدار مراجع تقلید، مراجع تقلید وقتی بهشون میگن سیستم ربویه، نیان بیان بیرون بگن که سیستم ربوی نیست، روی این درصد بهره بانک‌ها و موارد دیگه توجیه اقتصادی غربی نکنن برای ما. این توجیه اگه مبناش کتابای غربی است، پروفسور استگلیس داره میگه این مبنا به هم خورده زمین. یک کسی بالاش تو جمهوری اسلامی جواب متقن و دقیق به ما بده، موضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به ربای فدرال رزرو ایالات متحده چیست؟ پول کارنسی، پول بدون پشتوانی که اقتصاد ایالات متحده داره تولید میکنه، مبناش کجاست؟ یک کسی به ما اینو بگه. ما پیشمرگ خدا و رسول خدا میشیم در جنگ با خدا و رسول خدایی که داره صورت میگیره. اگر مردمی دارن امروز تو غزه شهید میشن، اگر مردمی دارن علیه داعش به جرم مسلمان بودن دارن کشته میشن، اگر سختی و زجر رو ملت‌های مسلمان میکشن به خاطر اینکه جهان استکباری چهار تا کشور خاص مثل عربستان انتاخته وسط برای اینکه دلار خودش رو مبنا قرار بده، نفت منطقه رو غارت کنه، جهان اسلام باید صبح تا شب به هم ریخته شده باشه. ما هیچ تعارف نداریم، شرایط هنوز برای ما شرایط دفاع مقدسه. لذا مسئولین بانک مرکزی ما این پاسخ رو به ما بدن، چرا بعضی تلاش‌ها تو جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و داشته صورت میگرفته که ایران هم بانک مرکزیش مثل بانک مرکزی ایالات متحده خصوصی باشه؟ برید تو فضای سایبر جستجو کنید ببینید کیا تو جمهوری اسلامی دارن صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، نظریه پردازی میکنن که استقلال در جمهوری اسلامی، سینما مستقل باشد، دولت دخالت نکند، در فلان چیز دولت دخالت نکند، در حجاب دولت دخالت نکند، مردم به زور، چرا مردم رو میخوایم ببریم بهشت؟ به زور مردم رو داریم میبریم جهنم خوبه؟ مردم رو داریم به زور میبریم سمت جهنم خوبه؟ چرا کسی اینجاشو نمیگه؟ مردم رو به زور نمیخوام ببریم بهشت، ولی مردم رو وقتی به زور درگیر سیستم ربوی اقتصاد جهانی میکنیم میبریم جهنم، پاسخ دوستان دانشگاهی ما چیه؟ پاسخ مسئولین ما چیه؟ حرف اصلی ما اینه آقا سیستم ربوی اقتصاد جهانی یعنی سودخاری، پول بدون پشتوانه چاپ میکنن، مبنای اقتصاد جهانی قرار دادن، طرف خودش رسما میگه آقا تورمش آمریکا داره صادر میکنه، میرزه تو کشورهای مثل کشور ما، چرا مردم ما باید بار تورم اقتصاد آمریکا رو به دوش بکشن؟ چرا باید به مردم ما القا بشه که مردم اقتصاد جهان سر پای خودش ایستاده، فقط اقتصاد جمهوری اسلامی است که داره میپاشه؟ چرا باید به مردم بگی مردم شما رو به زور دارن میبرن بهشت، ولی به مردم نمیگی مردم به شما رو به زور دارن میبرن جهنم؟ این گیر ماست آقای طالب زاده. لذا توی این جنگ ما باید موضع و تکلیف اون رو روشن کنیم. من افتخار میکنم به این قضیه که توی این میدون شهید راه میدونی باشم، چارچوبی باشم که در اون ربا هدف اصلی در واقع نیروهای مدافع اسلام و انقلاب اسلامی است. و اگر یک جریان روشنفکری در کشور ما فکر میکنه فقط القا کنه که ما به دلیل اینکه در نظام سلطه هماهنگ نیستیم، با نظام استکباری تعامل نداریم، در مدار اقتصاد جهانی نیستیم، عربستان 700 میلیارد دلار ذخایر ارزی داره، قطر این مقدار ذخایر ارزی داره، این حرفا یعنی چی؟ چرا این حرفا تو فضای روشنفکری ما مبنا میشه که مردم فقط بدبختی ما اینه که اسرائیل رو به رسمیت نشناختیم؟ این چه حرفی زده میشه؟ چون اسرائیل به رسمیت نشناختیم، چون سر زنانمون حجاب گذاشتیم، چون مبنای ساختار حکومتمون رو اسلام قرار دادیم، اینه که در جدال احسن ما با تکیه بر حرفایی که خود غربیا دارن میزنن ثابت میکنیم که این سیستم سیستمی است که قابل اعتماد نیست و باید این موضع رو برتافت. لذا تقدیر ویژه میکنیم از علمای بزرگ اسلام، از مراجع ازام تقلید که امروز در جنبش مردمی مبارزه با ربا و جنبش مردمی مبارزه با این ساختار پولی که داره صورت میگیره مدام دارن از ربوی بودن سیستم اقتصاد جهانی یاد میکنن، تذکر میدن. اینجا محدود میشه موضوع به درصد سود بهره بانکی. سود بهره بانکی مد نظر ما نیست تو مسئله ربای جهانی، پول بدون پشتوانه که در اقتصاد جهانی صورت میگیره. این رو مردم بدانند که دستهای پنهان و آشکاری در جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه، مثل ایالات متحده، بانک مرکزی ایران هم مثل فدرال رزرو توی آمریکا مستقل باشه. 101 سال از تأسیس فدرال رزرو تو آمریکا میگذره.
بانک مرکزی که همه فکر میکنن بانک مرکزی که داره دلار چاپ میکنه و پولو میریزه تو بازار آمریکا یک نهاد دولتیه. تازه اینا بلند شدن دارن به مردمشون میگن مردم آمریکا، فدرال رزرو نهاد خصوصیه. حالا شما تو اینترنت جستجو کنید ببینید کیا تو جمهوری اسلامی دارن دنبال میکنن که بانک مرکزی هم در جمهوری اسلامی کسی درش دخالت نکند. بانک مرکزی هم از مواردی است که نباید درش دخالت کرد، باید استقلال داشته باشه. من اینا رو احساس خطر میکنم، اینها رو به عنوان یک عناصر نگرانی مطرح میکنم که مردم ما بدانند بلایی که سر انسان آمریکایی آمده و دارن. تازه کارشناساشون میگن آقا فدرال رزرو خصوصی که اعلام شده و مصیبت برای جامعه آمریکا درست کرده، یک گروه اقلیتی دارن مردم آمریکا رو میچاپن که مردم ریختن تو خیابون میگن جنبش 99% اون 1%. تو ایران هم بعضیا دارن این موضوع رو دنبال میکنن. نه تنها ساختار بانک مرکزی ما در اصلاح حرکت خودش تو این زمینه باید انقلابی عمل کنه و جدی تر بایسته، نسبت به این زمزمه هایی که داره شنیده میشه برای اینکه بانک مرکزی هم مثل بانک مرکزی آمریکا باید خصوصی بشه، نسبت به اینها ما باید موضع داشته باشیم. اینها نگرانی های ماست ناظر به همون مسئله قسطی که عرض کردم. خیلی ممنون. اگه موافق باشین گزارش شماره 4 رو که وقتم کم داریم و شاید مثلا 6 7 دیگه هم گزارش داشتیم ولی محدود شدیم ببینیم بعد برگردیم به بحثمون. این گزارش هایی دیگه. We are in the financial mess that we are today globally is that people do not understand the difference between currency and money. Currency is a medium of exchange. A unit of account. It is portable, durable, divisible, and something called fungible. Fungible means that each unit is the same as the next unit. A dollar in my pocket buys the same amount as a dollar in your pocket. Money is all of those things plus a store of value over a long period of time. Even financial planners, bankers, your accountant, they don't understand the difference between currency and money. The currency in your pocket is a medium of exchange. It's a unit of account because it's got numbers on it. It's somewhat durable, it's portable, it's divisible in that you can make change, and it's fungible. A dollar in my pocket buys the same amount as a dollar in your pocket. But because governments can print more and more and more of it and dilute the currency supply, it's continually transferring wealth out of your pocket, out of your bank account, to the government and to the banking system. Over the last 5,000 years, only gold and silver have maintained their purchasing power. There have been thousands upon thousands of fiat currencies, currencies that are unbacked by gold or silver, and they have all gone to zero. It's a 100% failure rate. Well, fiat currency, of course, is a currency that exists at the dictate or by fiat from a government. You say they have their printing presses, and the paper money rolls off the printing presses, and then they give it the fiat designation, which makes the currency official. It's just worthless paper. But when Ben Bernanke gives it the special sign, and they have the cult meeting at the Federal Open Market Committee meetings, it suddenly becomes currency. If you look at what's really going on, it's a con game. And so there's confidence. Well, the Federal Reserve is very forthright about what they're doing. If you read their websites, they'll tell you it's a confidence game. They tell you that there's no intrinsic value in their money. They'll tell you that they print it backed by absolutely nothing. They actually display all these facts. But if you tell somebody in the public that this stuff is created out of thin air, there's no backing whatsoever, it's absolutely worthless, it's about as valuable as monopoly money, they'll look at you like you're nuts. همیشه در برنامه‌ها و محافل و مجامع دانشگاهی از ما میپرسن که آقا بالاخره شما این دردار رو میگید پس الگوی جایگزینتون کو؟ اگر شما مکاتب اقتصادی غربی رو نقد میکنید حرف جایگزینتون چیه؟ گیرم که این مدل‌ها رو کنار گذاشتیم، ساختار اصلاحی شما از چه گزاره‌های تبعیت می‌کنه؟ یه بار چند سال پیش اینجا خدمت شما عرض کردم که ما رو نظریه‌های اقتصاد برکت مبنا مبتنی بر مباحث تفسیری و فقهی کار کارشناسی کردیم، متونش در سطح متون دانشگاهی ارائه شده، تو پایان‌نامه‌های دانشجو هم اومده، کنفرانس‌های متعددی برای این چارچوب‌ها دادیم. مملکت ما یه اثر نگاه‌های فریدمنیه یا اثر نگاه‌های نوکینزی. 100 سال پیش آقای کینز، 100 سال پیش که نمیشه، 1930 یه مقاله نوشته که اصل مقاله اینجا هست. فراز اصلی جمله‌ای که آقای مینارد کینز میگه اینه، میگه که اینو در 1930 گفته، میگه که بار دیگر هدف‌ها را برتر از وسایل می‌شماریم، خوب‌ها را بر مفیدها ترجیح می‌دهیم، اما آگاه باشید زمان این آرمان‌ها هنوز فرا نرسیده است، زیرا
دست کم برای 100 سال دیگر باید برای خود و هر کس دیگری تظاهر کنیم که بدی نیکیست و نیکی بدی. هرس و ربا باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر خدایان ما باشند. این حرف مینارد کینزیه که امروز نظریه و نهله نو کینزیات جمهوری اسلامی طرفدارانی داره پیاده میشه تو سیستم حکومتی ما. میگه هرس و ربا باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر خدایان ما باشند، زیرا فقط آنها میتوانند ما را از این گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روشنایی روز رهنما شوند. هنوز زمان آن نرسیده است که به پاره اصول بسیار متقن مذهب و فضائل اخلاقی، یعنی هرس که هرس رذیلت است، رباخاری معصیت است، حب پول نفرت انگیز است، بازگردیم. این مطلبی است که در 1930 منتشر شده. بله 1930 اصل مقاله است که مینارد کینز اونجا بحث امکانات اقتصادی برای نوادگان ما رو مورد بررسی قرار میده. ما حرفمون این بوده اگر روبروی مفهومی به نام ربا، مسئله زکات و صدقه هست در قرآن، یک بار در آیه 39 سوره روم، یک بار در آیه 276 سوره بقره، یک جا ربا در مقابل زکات، یک جا ربا در مقابل در واقع صدقه، چرا ما در جمهوری اسلامی وزارت زکات نداریم؟ اگر کنار صلات مدام در قرآن زکات آمده نزدیک 20-25 بار، چرا ما وزارت زکات نداریم آقای طالب زاده؟ مگر حکومت مبتنی بر انگارهای دینی نیست؟ مگر نفرموده که یمحق الله الربا؟ آقا این سودخاری که میکنید، فکر میکنید پول بدون پشتوانه چاپ میکنید؟ امام رسما در سال 62 امام راحل فرمود که پول نباید کار کند. پول نباید کار کند و اگر بازار سرمایه کل بر بازار صنعت، بازار مسکن، بازار کشاورزی و بازارهای دیگه شد، ساختار نابود میشه. چرا این مبنایی که امام فرموده رو ما چارچوبش رو نمیایم بشینیم تو رسانه تبیین کنیم؟ چرا تو دانشگاهامون اینو تدریس نمیکنیم؟ جای جمله امام راحل که فرمود پول نباید کار کند، یعنی پول نباید بیاد مبنا قرار بگیره، ما سفته بازی کنیم، پول بازی کنیم با هم دیگه، صنعتی تولید نمیشه، مسکن تولید نمیشه، دلالی رواج پیدا میکنه. حرف امام راحل رو فردا در صحرای محشر چطور میخوام پاسخ بدیم به خدا؟ بگیم که خدا میگه که مگه امام شما نفرمود که پول نباید کار کند؟ وزارت زکات به نسبت صلات، مدام قرآن تاکید میکنه اقم الصلاه و آتوا الزکات، وزارت زکات با اون هشت گزاره و گزینه که در آیه 60 سوره بقره اومده، انما الصدقات که برای فقرا، مساکین و اون هشت گروهی که اشاره شده، اگر ما بیایم یک ساختار اجرایی و اداری تشکیل بدیم برای وزارت زکات، 8 تا نهاد داریم که تو اون ادغام میشن. نمیخوام چیز جدید به وجود بیاریم. دوستان مجلس نترسن که اگر وزارت زکات بخواد به وجود بیاد قرار مثلا دولت رو هجیم کنیم. ما الان 8 تا نهاد و دستگاه داریم که دارن کارهای خرد و ریز و جزئیات مسائل زکات رو صورت میدن و صدقه رو، از کمیته امداد گرفته تا نهادهای دیگه. اگر ما بیایم وزارت زکات تشکیل بدیم و در وزارت زکات اون 8 گروهی که در آیه 60 سوره بقره آمده در اون بحث انما الصدقات، صدقه و زکات اینجا یکیه، چرا صدقه رو سخیف کردین در حد همین که یک صندوق تو کمیته امداد باشه بریم سکه بندازیم داخلش؟ مسئله زکات تزکیه ماله. چطور انسان باید تزکیه بشه که فرمود قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که تزکیه شد. تزکیه نفس توأم با تزکیه ماله. کلمه زکات یعنی تزکیه مال. اگر جامعه مالش تزکیه نشه و مردم مالشون تزکیه نشه، زمان انبیای مثل حضرت داوود علیه السلام، زمان انبیای مثل سلیمان نبی علیه السلام، حکومت دینی توسط انبیا شکل گرفت اما مردم از سفرهشون با خدا به تعارض کشیده شدن، چون ربا تو زندگیشون شیوع پیدا کرد و سودخاری رواج پیدا کرد. این سودخاری و ربای امروز که مبتنی بر اقتصاد دلار مبناست، اگر راه نجات رو می‌خوایم ما باید بریم به سمت اینکه ساختارهامون قرآنی بشه، نه صرف اینکه کلمه وزارت زکات باشه، بلکه ما یک، چون می‌فرماید قرآن که این فریضه‌تون من الله، فریضه از سوی خداست، ما یک سازمان فریضه داشته باشیم، فریضه الهی، یه سازمانی هم برای جذب قضایا، برای این 8 تا گروه، این 8 تا گروه رو در جامعه دسته‌بندی کنیم، مردم مالشون رو تزکیه کنن بیارن اونجا، وزارت زکات رقم بخوره. باور کنید بررسی کارشناسی کردیم، با ریز جزئیاتش حاضریم بنشینیم با متخصصین و اهل فن چارچوب رو نشون بدیم که اگر ما این 8 تا نهادی که امروز تو این زمینه داریم جمعشون کنیم، تبدیلشون کنیم به وزارت زکات و به نسبت این 20-25 واری که تو قرآن زکات و صلات با هم اومدن، اهمیت زکات رو برای مردم عین اهمیت صلات کنیم. این همه تاکید میکنیم مردم نماز، نماز اول وقت، نماز اول وقت، مردم اثر و شیرینی و حلاوت زکات رو تو زندگیشون ببینن، ما تو جامعه فقیر نخواهیم داشت، قسط رقم خواهد خورد. اما وقتی حرص و طمع و ولع رو، اونا بهش میگن گرید،
جنبش وال استریت یک جنبش فرهنگی بود، همه فکر کردن جنبش اقتصادی بود. تو تمام راهپیمایی‌های جنبش وال استریت یه پلاکارد هم می‌کردن به نام گرید، یعنی هرس و طمع و ولع، و یک علامت ورود ممنوع روش بود. ما چرا در جامعهمون راهی رو میریم که غربی‌ها رفتن امروز فهمیدن اشتباه کردن؟ هرس و طمع و ولع رو داریم تو جامعه رواج میدیم، از سوی دیگه مردم داشتن برای خود رو صرفاً میخوان بدون اینکه برن به سمت این قضیه. لذا میفرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نمیرسید به بر و نیکی اگر آنچه را که دوست دارید انفاق نکنید. در قضیه صدقه و زکات هم همین میگه. در گزاره چهارم یعنی قرض حسن هم مردم نباید وام بگیرن، مردم باید از همدیگه قرض بگیرن. اونجا دیگه بحث بهره مطرح نیست. خودش فرموده مسئله شما که انفاق میکنید مسئله کسی است، مسئله حبه است که کاشته میشه. یه درخت میاد بالا میشه 7 خوشه، هر خوشه 100 تا دونه، بلکه بیشتر میشه 700 تا دونه. یعنی مسئله کسی که انفاق میکنه مسئله یک درختی است که در واقع تبدیل میشه به 7 تا خوشه، حدود 700 برابر. چرا سعه وجودی که به انسان میده در حد 700 برابر ما فدا میکنیم برای این سازوکارهای روش اقتصاد مدرن؟ این سازوکار جدی است. لذا از روی قرآن در ماه قرآن شرمنده هستیم که قرآن رو بوسیدیم گذاشتیم کنار به اسم اسلام و قرآن به کام روش‌های مدرن در اقتصاد لیبرالی. این نکته رو دوستان نهاد داشته باشن. ما الگوی جایگزین داریم، یک قلمش مسئله اقتصاد برکت مبناست، یک قلمش مسئله سازوکار در واقع انفاقه، یک قلمش مسئله وزارت زکاته. اگر رقم خورد مال مردم تسکیه میشه، تسکیه شدن مال مردم ظرفیت رو ایجاد میکنه که نفسشون و زندگیشون و شخصیتشون و سعه وجودی که در خودشون به وجود میاد مشکلاتشون مرتفع بشه. این الگو الگوی جبران ناپذیری است. آقای طالب‌زاده، دکتر ریچارد واتسون ترند گذاری سال 2005 میلادی رو انجام داده. در ترند گذاریش 13 تا مگا ترند، مگا ترند این ابر مسیر، این چارچوبایی که تو مسیر گذاشته میشه برای اینکه تو بحث‌های آینده شناسی بتونیم جلو بریم. یه حرف داره آقای واتسون، میگه از 13 تا مگا ترندش یکیش بدهیه، دبت. میگه که بدهی که در اقتصاد جهان هست 2010 میگه و تا سال 2005 این بدهی ادامه پیدا میکنه. یک راه نجات وجود داره، اسلامیک فایننس. آقای واتسون تو آمریکا میشینه، تو بحث‌های آینده شناسی تصویری که از پلن سال 2005 میلادی میده، میگه آقا تنها راه برای نجات از بدهی جهانی یک نکته است، اونم مفهومی است به نام نظام مالی اسلامی. و وقت ما در کشور جمهوری اسلامی نظام مالیمون رو با تئوری غربی ممزوج میکنیم. خب این خیلی جای شرمندگی داره. خودشون گفتن ما شکست خوردیم، خودشون گفتن که ما نمیتونیم. علنا دیترویت شکست خورده، علنا دارن فیلم میسازن میگن دلار آمریکا لبه پرتگاه. کشورهایی که به اسلام دسترسی ندارن بلند میشن اجلاس بریکس تشکیل میدن، صندوق توسعه متفاوت را میندازن. ما از اینکه بریم به سمت اینکه وزارت زکات تشکیل بدیم بگیم آقا به موازات صلاتمون مسئله زکات مطرحه، ما ابا داریم. من نمیدونم چجوری میخوایم فردا تو آخرت جواب قرآن رو بدیم، جواب حضرت زهرا رو بدیم، جواب حضرت امیر رو بدیم، بگیم که ما شیعه تو بودیم، امام جامعه فرمود که ویژگی علی علیه السلام معرفت توحیدیش بود، ما مشرک به خدای تو بودیم علی جان، ما در واقع از این طرف میگفتیم خدا رو قبول داریم، از اون طرف میرفتیم ولایت تئوری های مدرن غربی رو که منسوخ شده و امتحان پس داده رو میپذیرفتیم. اینه که ما باید صریح پای قضیه بیستیم، وزارت زکات باید شکل بدیم، زکات در جامعهمون باید عمومیت پیدا کنه، به عنوان فریضه شناخته بشه. از 10 تا اصول فروع دین ما فقط صلاتش رو میشناسیم، روزه و جهاد و حج و خمس و زکات و تولی و تبری و امر معروف و نهی از منکر و این موارد مقداری در واقع تعطیل شده. خب این که مناسب نیست. مردمی که تو گرمای 45 درجه با روسری و مانتو و مقنعه و چادر تو این گرما روزه میگیرن، با این شرایط مردم دارن تلاش میکنن، این مردم تن در دادن به اسلام. حالا ماها که در واقع کار فکری میکنیم، اونایی که مسئولن، ماها فردا جواب خدا رو چی بدیم؟ این مردم تو این 35 سال گذشته پای اسلام نیامدن، هر جا مسئله بود نظام نیاز داشت تو صحنه نبودن، کدام راهپیمایی بود که نیامدن، کدام سختی بود که تو تحریم و جنگ و غیرآزادی مردم تحمل نکردن، کدام انتخاباتی بود که پرشور نیامدن پای کار؟ دیگه چه باید بکنن این مردم؟ بعد ماها که وظیفمون است عرق ذهنی بریزیم، تلاش کنیم. ما کوتاهی میکنیم، قرآن هم بوسیدیم گذاشتیم کنار. هرچی هم بزرگان که ماخوذ به حیا هستن توی حوزه علمی فریاد میزنن کسی گوش نمیکنه. مسئولینی که رفتن ببین فهرست کنید، فضای سایبر موجوده دیگه، الان تمام این مسئولین میرن دیدار مراجع، اونجا مراجع میگن آقا 80% مردم زندگیشون از ربا میگذره، دوستان نمیدونم چه جوری پاسخ میدن این مسئولین. یه روزی ما توی بحث مطالبه عدالت یکی یقه شون رو میگیریم،
وقتی میفرمان آقا 80% مردم زندگیشون داره از ربا میگذره، تو مقام مسئول که این حرف اونجا شنیده تو مورد خطاب بودی. به مقام مسئول بعدی میگن آقا روایت اینه که اگر کسی ربا داد و گرفت و شاهد بود و کاتب بود همشون با هم ملعونن. طرف میاد بیرون از اون جلسه دیدار مراجع میگه کی گفته سیستم ما ربویه؟ آقا نسبت به ربای جهانی موضع داشته باشید. اگر این کارو نکنید جنبش دانشجویی داره میاد، جنبش طلاب داره میاد، این جوانایی که پرشور با حوصله نشستن این دیویدیا رو دیدن، ما اینا رو مبسوط براشون تدریس کردیم، اینها جنبش مردمی مبارزه با ربا رو انداختن. برید تو فضای سایبر ببینید اینا فردا حوار میشن تو جامعه سرتون. نیروی آوانگارد جوان پیشتاز که آرمانگراست این دیگه نمیشینه معطل من و شما. لذا من خواهش میکنم از نخبگان دانشگاهی و خواهش میکنم از مسئولین کشور، موضوع خطرناک خصوصی شدن نظام در واقع بانک مرکزی رو موزه داشته باشن علیهش. یک. دوم، اقتصاد دلار مبنا رو از اقتصاد جمهوری اسلامی بزدایند. سه، مسئله بسیار مهم پیمان پولی دو جانبه رو چارچوبش رو نظام دنبال کنه. چهار، برگردیم سراغ انگاره های دینی خودمون و آموزه های قرآنی و اسلامی خودمون، بیایم سراغ این قضیه، جدی بگیریم وزارت زکات رو. این مسئله چهار. پنج، مردممون رو توجیه کنیم، آگاه کنیم که مردم از تیم مذاکره کننده هسته ای انتظار زیادی نداشته باشید. فکر نکنید اون رفتن پای میز مذاکره پس فردا بعد وضع اقتصاد خوب بشه، چون به دشمن نمیشه اعتماد کرد. در این دیپلماسی که به تعبیر رهبری یک جنگ تمام عیار دیپلماتیک علیه مردم ما شروع شده، در این جنگ دیپلماتیک دیپلمات ما نمیتونه برای معجزه کنه. مردم انتظارشون از تیم مذاکره کننده باید معقول و منطقی باشه. ما مشکلات اقتصادیمون رو باید کمر همت ببندیم، آستین رو بالا بزنیم و خودمون حل کنیم. در اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی ارکان اقتصاد و اینکه تولیدمون رو مناسب کنیم و کیفی کنیم، اینکه به نیروی کار ارزش جدی بدیم، اینکه سفته بازی و دلال بازی رو از ساختار اقتصاد بزداییم. مردم از هر 10 شهر مملکت تو 20 سال گذشته 9 تاش رودخونه‌هاش خوش شده. از همین قم، اصفهان، شیراز، گلپایگان، هر شهر دیگه شما برید رودخونه‌هاش خوش شده. تمام این شهرها تا 25 سال پیش رودخونه‌هاش پر آب بود. گوش مردم رو خدا داره میپیچونه میگه مردم افتادید تو بازی ربا. داره خدا ما رو توبیخ میکنه، تنبیه میکنه. از دریاچه ارومیه گرفته تا امثال تالاب‌ها و باتلاقایی که تا نزدیک زابل بود جای دیگه بود، خشک شدن اینها مصیبت درست کرده. ریزگردها داره میاد. خدا داره از طریق مشکلات زیست محیطی به ما پیام میده، پیغام میده که آقا خودتون رو تزکیه کنید، مالتون رو تزکیه کنید. به مسئولین و نخبگان داره هشدار میده که قوامین به قسط باشید. سر این قضیه ما نگرانیم. مسائل زیست محیطی درسته با تئوری‌های علمی زیست محیطی باید پرداخته بشه، اما در جامعه دینی برکت وقتی بره از هر 10 تا شهر مملکت رودخونه‌هاش جوری خوش میشه که امیدی ندارن شهرداریا تو این شهرها که این رودخونه دوباره پر آب بشه، یا تبدیلش کردن به پنجشنبه بازار، یا آسفالتش کردن، داخلش جاده زدن، یا توش راه آهن زدن، چون دیگه اصلا مطمئن نیستن که این رودخونه پر آب میشه. این خیلی علائم نگران کننده ایه. از این جهته که ما اگر در ماه قرآن برگردیم به قرآن و زکات رو از یک مقوله صرفاً اخلاقی در حاشیه و فردی تبدیلش کنیم به یک گزاره حکومتی در متن جامعه، ساختار و نهاد براش داشته باشیم، از تئوری‌های افراد منحطی مثل مینارد کینز که رسماً دعوت می‌کنن به ربا، رسماً دعوت می‌کنن به حرص و ولع بگذریم، این تئوری‌ها در دانشگاه‌های ما درس داده بشه برای نقد شدن بس، اما پیاده شدنش برای ما مخاطره آمیزه. و الا یه روز جمهوری اسلامی در جنگ سخت و نرم از پس دشمن برمیاد، در جنگ نیمه سخت اقتصادی میبینیم قافیه رو باختیم. ما رو نگران میکنه. اینا نکاتی است که صرفاً به عنوان درد دل داره مطرح میشه. من از مسئولین کشور خواهش میکنم رو بیارن به آنچه که وقتی میرن دیدار مراجع اونجا این بزرگان یه حرفایی رو بهشون میزنن، نسبت به اون حرفا خودشونو مقید بدونن، گزارش بدن. این حرفا رو ما منتشر میکنیم، چارچوب‌های مربوطش رو، و مطالبه میکنیم. و در واقع چون فرازی که در 17/6 سال 90 شخص رهبری در دیدار با خبرگان رهبری فرمود این بود که شما بنشینید در قم این چارچوبا رو تولید کنید، در کرسی‌های آزاداندیشی فقهی بدید دست دانشگاهی‌ها و روشنفکرا برن به جامعه برسونن. وظیفه‌شون اونا تو حوزه انجام دادن، کارو انجام دادن. از اونجا به بعدش وظیفه ماست که یقه مسئولین رو بگیریم و بعداً به جامعه برسونیم و به مردم برسونیم. تو این قضیه، در این ساختاری که به وجود اومده، تا جمهوری اسلامی استقلال مالی پیدا نکنه از غرب، از مبنای نظام فکری غرب و همچنین از مبنای دلار، ما از پا نخواهیم نشست. امیدواریم خدا تو این مسیر شهادت در راه خودش رو نصیب همه در واقع ماها کنه ان شاء الله. خیلی ممنون جناب دکتر عباسی از توضیحات مبسوطتون و نرسیدیم بقیه تصاویر
امیدوارم ان شاء الله خود دوستان برن این 4 تا مستند رو ببینن و مجموعه کاملشون حدود 140 50 تا فیلم مستند و از زبان خودشون حقیقتی بله. که تفسیر کردیم شب تشکر میکنم خیلی. از حضور گرم شما آرزوی توفیق برای تمام مخاطبین محترم در شب قدر فردا شب دارم ان شاء الله که در این شب موفق و معید باشید فردا شب ما برنامه نداریم تا پس فردا شب خدمتتون ان شاء الله خواهیم بود شب شما بخیر خیلی ممنونم دکتر خیلی عالی بود